خب چه شد؟ چرا حرف نمیزنید؟ آنچه شنیدیم راست است. علی ابن موسی با خدم و حشم به جانب مرو رهسپار است. تو مطمئنی؟ ما به چشم خودمان دیدیم. امکان ندارد. پسر علی به ولیعهدی خاندان عباسی؟ این بیشتر به یک مزاح شبیه است. نشنیدی چه گفتم؟ پذیرفته، قبول کرده. او در راه مرو است. اسماعیل تو چه دیدی؟ بگو. درست میگوید. علی ابن موسی رضا به همراه تعدادی از سپاهیان مأمون در راه مرو است. در راه مرو باشد. مسلما نپذیرفته. بدون شک گماشتگان مأمون او را به جبر و زور از مدینه خارج کردند. کسی نمیتواند با او از در جبر و زور درآید. مدینه یک پارچه با اوست. قبایل زیادی گوش به فرمان او دارند. شمشیر زنان و جان بر کفار بسیاری گرد او حلقه زدند. اگر کوچکترین تعرضی به او شده بود، اکنون آشوب و بلوا تمام خطه عراق را فرا گرفته بود. جز این است؟ شاید از همین پرهیز میکند. شاید از همین برادرکشی ابا دارد. برادرکشی؟ ما با مأمون و مأمونیان برادریم؟ علی، فراموش کرده ایم؟ مأمون همون کسیست که ما دست در دستش گذاشته ایم و دوشا دوش سپاهیانش شمشیر زده ایم. مغلط نکن اسماعیل، آن مطلب دیگری بود. اسماعیل، مگر همون زمان علی ابن موسی ما را سرزنش ننمود و عمل ما را تقبیح نکرد؟ حال چه شده که خود به ولایت عهدی مأمون میرود؟ اگر چنین اتفاقی بیفتد، دیگر هیچ کس نمیتواند سر بلند کند. هیچ فریادی شنیده نخواهد شد. دیگر هیچ کس نمیتواند علیه مأمون علم طغیان برافرازد. دیگر هیچ کس قدرت مقابله با مأمون را نخواهد داشت. مأمون یک کتاز میدان خواهد شد. باید با او صحبت کنیم. باید بگوییم که چه خطری در کمین او و پیروان خاندان رسول الله نشسته است. برویم و از او بخواهیم که بازگردد. نه، گفت و شنودی در کار نیست. او کسی نیست که از این گونه مسائل بی اطلاع باشد. مسلماً همه چیز را خوب میداند. پس چه؟ بالاخره ما باید کاری بکنیم. مسلماً کاری میکنیم و دست روی دست نمیگذاریم. برای ما فقط یک راه مانده. به هیچ قیمتی نباید پای او به مرد برسد. چه میخواهی بگیم؟ او را بکشیم؟ با این کار میتوانیم دو هدف را نشانه بگیریم. هم از رسیدن او به مرد جلوگیری کنیم و هم آتش جنگ را یک بار دیگر بر علیه مأمون شعله ور سازیم. به شرط آنکه دست ما در این ماجرا دیده نشود و همه قتل او را از چشم مأمون و فضل ببینند. خب، من و داوود که موافقیم. جعفر، تو با ما هم قسم میشوی؟ قبیله را می شناسم. همه یاقی‌اند و شمشیرزن.
آرام باش. نباید بگذاریم به ابوالحسن نزدیک شود. برای چه؟ برای چه؟ ممکن است به یک اشاره او جان همه ما به خطر افته. نترس، او اگر میخواست در همان مدینه چنین اشاره کرده بود. با این حال بهتر است بگویی سربازان آماده باشند. نه، جانم به فدایت ای پسر موسی بن جعفر. هرگز فکر نمی کردم چنین روزی را ببینم و چشمم به جمال مبارکت روشن شود. یبن رسول الله، سوالی دارم. شما عازمه کجا هستید؟ نمی دانید؟ شنیده ایم، اما می خواستیم از زبان خود شما بشنویم. عبدالله مأمون مرا به سوی خیش خوانده است. پس درست است. آیا به میل خود قدم در این راه گذاشتید؟ میل ما این بود که همچنان در مدینه بمانیم. پس شما را به زور با خود میبرند. اگر چنین است اجازه دهید من و تمام قبیلم فریاد لا اله الا الله برکشیم و همه غاصبین را به درک واصل کنیم. قبل از آن که دست به شمشیر ببرید به پایداری دین خدا بیندشید. اگر شریعت محمد زنده بماند و دلهای مردم از قرآن و اطرت و تعالیم رسول الله غافل نشود، هرگز نیازی نیست من و شما دست به شمشیر ببریم. از ظالم نترسید، از جهالت مردم واهمه کنید. بروید، به خانه و کاشانه خیش بازگردید و پیوست پاسدار دین خدا باشید. خیر گذشت. قصد حمله داشتند. نگفتند؟ اما ابوالحسن آنها را برحذر داشت و به آرامش دعوتشان کرد. جلوتر نیایید. چه هستید؟ و چه میخواهید؟ تو چه هستی؟ نام من رجا ابن زحاک است. ما را با تو حرفی نیست. تو از وابستگان همان مجوس نابکاری که چنین توطئه‌ای را تحریزی کرده است. کدام توطئه؟ ما میخواهیم با عیسی جلودی صحبت کنیم. عیسی منم. ای عیسی، تو از مایی؟ تو از سرداران و مشاوران خلیفه مقبور هارون الرشید بودی و ما از فرمانداران و صاحب منصبان او. حال چه پیش آمده که چنین ننگی را پذیرفته ای؟ بس است، سخن کوتاه. بگویی چه میخواهی؟ عزت شرف ما در خطر است. فضل ابن سهل خلافت پر افتخار عباسیان را بازیچه یک گاز پلید خود قرار داده و قصد دارد خلافت را به علویان منتقل سازد. حراست از سریر خلافت به عهده خلیفه است، نه من و شما. خلیفه خود میداند که چه میکند. بروید و تدبیر امور مملکت به خلیفه خود واگذار کنید. نه، ما به قصه حمایت از خلیفه برخواسته ایم و تا این کاروان را باز نگردانیم و مأمون را از این توطئه آگاه نسازیم باز نمیگردیم.
نمیشنوم. جلوتر یا ببینم چه میگویی. من فریاد میزنم، نمیشنوی؟ نه. تو میشنوی؟ جلوتر بیا، جلوتر یا ببینم چه میگویی. نام تو چیست؟ احمد ابن یعقوب. گفتی که شما همگی در حال حاضر در خدمت خلیفه هستی، درست شنیده؟ آری. مرد تبلو دستور خلیفه به راه افتاده و هر که راه بر او ببندد بر خلیفه زمان خروج کرده و سزایش مرگ است. بروید. دفنش کنید. فرماید اگر یک بار دیگر چنین عملی تکرار شود و کسی را به خاطر موافقت یا مخالفت با من به هلاکت برسانید، از حرکت باز میستم و از آمدن خودداری کنم. به ایشان بگویید تکرار نخواهد شد. شنیدی چه گفتم ایسا؟ آره شنیدم، ولی هیچ راه دیگری وجود نداشت. به دستور خلیفه در این سفر راه و چاه را من تشخیص میدم. سردار، این دو نفر را در همین حوالی دستگیر کردیم. من شما را میشناسم، همراه طاهر بودید. ابراهیم، اسماعیل، اینجا چه میکنید؟ آمده ایم خبری به شما بدهیم. جان ابوالحسن در خطر است. در خطر است؟ گریختند؟ چه شده؟ جماعت زیادی در این نزدیکی تجمع کردند. چه میخواند؟ نمیدانم، ظاهرم به پیشواز آمدند. یوسف کجاست؟ همونجا ایستاده و مراقب است. بروی. آهای آهای مردم، آهای آهای جماعت،
پسرش بودیم. پسر رسول خدا آمد. نگرانم با اون جماعت نباید نزدیک شدیم، در این شرایط خطرناک است. آسوده باش، نزدیک نمیشدیم. رجا دستور داده با آن دره که رسیدیم راه عوض کنیم و از آنها دور شد. طاهره کجاست؟ میآید. نه، او یوسف است. یوسف؟ جماعت هل هل کنن به سوی ما پیش می آید. پیش می آید؟ های جماعت به سوی ما می آید. بگو بیستن. بیستید نگذارید به ما نزدیک شوند. راه را بر ایشان ببندید. ابوالحسن بروید، تنهایت نگذارید.
باید اعتراف کنم که مأمور و ابن سهل از هوش و ذکاوت فراوانی برخوردارند. اوضاع و احوال این مملکت را به خوبی در دست دارند. حضور این مرد در حجاز بسیار خطرناک بود. نگاه کن، نگاه کن این جماعت با او چه می کنه. مگر تا کنون ندیده بودی؟ چرا، دیده بودم، ولی فکر میکردم تنها در مکه و مدینه از محبوبیت برخوردارم. یکنون میبینم. از منتظر باش که صحنه هایی به مراتب شگفت‌آورتر از این در انتظار من است. چون این تصور نمیکنم از این نواحی که بگذاریم و به خراسان قدم بگذاریم دیگر از این صحنه ها خبری نخواهد بود. اشتباه میکنی، ایرانیان بیشتر از اعراب به او دل بستند. چنین نمی‌اندیشم. خواهی دید. صبر کن تا به خراسان برسیم، آن وقت معنی سخن مرا به وضوح در خواهی یافت. برویم. کم کم در تیر رس تو قرار می‌گیرد. آماده شو جعفر. آماده شو. این همون لحظه ایست که منتظرش بودیم. بزن. بزن جعفر، بزن جعفر، بزن جعفر، بزن. جعفر نمیتوانم، نمیتوانم. بزن، بزن. نمیتوانم، نمیتوانم. چه میکنی؟ تو نمیتوانی؟ میتوانم، میتوانم، باید میتوانم. بندگان خدا، شما را به ترس از خدا می‌خوانم و از منافقان بر حذر می‌دارم که آنان گمراهند و گمراه کننده، خطاکارند و به خطاکاری وادارنده. پی در پی رنگ می‌پذیرند و راهی را نپیموده راه دیگری می‌گیرند. هر وسیلتی را برای گمراهیتان می گذینند و از هر سو بر سر راهتان می نشینند. درونشان بیمار است و برونشان پاک. پوشیده می روند چون خزنده زیانمند و زهرناک. وصفشان داروست، گفتارشان بهبود جان، اما کردارشان درد بی درمان. رشک بران راحت دیگرانند و افزاینده بلای مردمان و نومید کننده امیدواران. به هر دلی راهی میبرند و بر هر اندوهی عشقها میریزند و سنای هم را به سلف میفروشند و چشم در پی پاداش یکدیگر میدوزند. اگر ملامت کنند پرده دری کنند و اگر داوری کنند اسراف ورزند. میگویند و به خلاف حق تقریر میکنند، میستایند و تزویر میکنند.
راه باطل را بر پیروان خود آسان نمایند و آنان را در پیچ و خمهایش سرگردان. یاران شیطانند و زبانه های آتش سوزان، و بدانید که پیروان شیطان زیانکارانند. ابن اخی، می فرمایند علی ابن عثمان و داوود را رها کنید بروند. رهایشان کنید؟ علی ابن موسی رضا می گوید آن دو نفر را آزاد کنید. آزادشان نکنید. قصد جان او داشتن، پس تصمیم با اوست. هرچه میگوید بکنید. حافظ رفقا، مطمئن باشید هرگز بدعهدی شما را فراموش نمی کنیم. شاید دوباره یک دیگر را دیدیم. بروید و دیگر به این قافله نزدیک نشوید. هرگز قدم به مرو نگذارید. نصیحتتان را فراموش نمی کنیم. مطمئنم دوباره آنها را خواهیم دید. آری، هر دو را. هرگز از کینه ی آنها در امان نخواهیم بود. وقتی قصد خروج از مدینه را داشتیم، جماعت بسیاری از زن و مرد، پیر و جوان گرد آمده بودند و به سختی می‌گریستند. در بصره استقبال عظیمی از علی ابن موسی رضا به عمل آمد و گروه تازه‌ای به قافله پیوستند. در اهواز چند منزل مانده به شهر، مردم از شهرهای دور و نزدیک گرد آمده بودند و با شور و وجد زائد الوصفی مقدمش را گرامی داشته و از او مسئله می‌پرسیدند و ذکر حدیث طلب می‌کردند. همین وضع در تمام طول مسیر ادامه داشت. مردم به پیشواز می‌آمدند و به سخنان وی گوش فرا می‌دادند و تبرک می‌جستند. کنید. می خواهم که شما هم بشنوید. موکب ابوالحسن به مرو نزدیک می شود. بگو امر، آنچه برایم گفته ای بازگو کن. در نیشابور چه گذشت؟ از چندین روز قبل جماعت بسیاری در بیرون از شهر تجمع کرده بودند. آنچنان عظیم که ما بر جان ابوالحسن بیمناک گشتیم، ولی قبل از آن که تدبیری بیندشیم ابوالحسن خود را به ایشان رساند.
در نیشابور؟ به تو گفته بودم باور نمی کردم این جماعت در کدام سوراخ پنهان شده بودند که ما خبر نداشتیم. پنهان نبودم، فقط چشم بصیرت میخواست که من و تو نباشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ابوالحسن حدیث میگفت و هزاران نفر قلم به دست به ثبت سخنان وی سرگرم بودند. سپاس خدای را که راه اسلام را گشود و در آمدن به سرچشمه های آن را بر تشنگان آن آسان فرمود و ارکان آن را استوار ساخت تا کس با آن چیرگی نتواند و نستیزد. برادران بدانید که راه های دین که نزد ماست یک راه است و آن راست و کوتاه است. کسی که آن راه را پیش گیرد به منزل رسیده و غنیمت برده، و کسی که در آن نرود گمراه است و پشیمانی خورده. از من بشنوید و بپذیرید که به خدا درهای حکمت الهی نزد اهل بیت گشوده است و چراغ دین با راه نمایی پدران ما افروخته. به خدا پناه برید و از ذکر نام پروردگار جل جلال و غافل نمانید، که از پدرم شنیدم و او از پدرانش شنیده بود که جدم امیر المؤمنین علی علیه السلام به نقل از محمد مصطفی که درود خداوند بر او باد می فرمود روزی جبرئیل این سخن را در گوش مبارکش زمزمه کرد که باری تعالی می فرماید لا اله الا الله دژ و پناهگاه استوار من است و هر آن کس که در این پناهگاه درآید از عذاب من آسوده خواهد بود. اما برادران، ورود به این پناهگاه را شرایطی است که پذیرش ولایت از جمله آنهاست. و سلام. شنیدی چه گفت؟ شرط امان ماندن از عذاب خدا را به ولایت خودش منسوب کرد. و بعد او را با خود به درون شهر بردند و ما همچنان در جا ماندیم. همین وقت بود که رجا ابن ضحاک مرا مأمور ساخت تا خدمت برسم و ماوقع را بازگویم. پسر رسول خدا از قول پدرانش گفته است کلمتون لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی. آیا ابوالحسن در سخنانش از ما اسمی نمی برد؟ من نشنیدم سرور من. به اشاره یا کنایه چی؟ من پدرم یا خاندان عباسی را تقبیح نمی کرد؟ من نشنیدم سرور من. آیا سعی نمی کرد به گونه ای طرفدارانش را علیه ما بشوراند؟ من نشنیدم سرور من. یعنی در تمام طول این مدت فقط حدیث می گفت؟ تنها حدیث نبود، از قرآن می گفت، از سنت پیامبر، از دوستی و برادری مسلمانان. می گفت دشمنان خدا را دشمن بدارید و مؤمنین را عزیز و محترم بشمارید. آیا منظورش از دشمنان خدا ما نبودیم؟ خیر سرور من، او به کفار اشاره می کرد و مشرکین را لعنت می نمود. می بینید؟ به خدا قسم که از انتخاب خود مطمئن بودم و هیچ تردیدی در ساعت آن نداشتم. از شما می پرسم آیا علویان در طی این سالها از خاندان عباسی جز اذیت و آزار و تعقیب و شکنجه نصیبی بردند؟
مگر پدرش موسی بن جعفر در زندان پدرم هارون به هلاکت نرسید؟ مگر جدش را خاندان من به شهادت نرساندند؟ آیا برادران ابوالحسن با همین انگیزه ها نیست که هر روز گوشه ای از این سرزمین را به آشوب می کشانند؟ پس چرا ابوالحسن چنین نمی کند؟ چرا بر علیه ما کلامی بر زبان نمی آورد؟ چرا سعی نمی کند از نفوذ خود در توده مردم استفاده کند و آتش جنگ را شعله ور سازد؟ می دانید چرا؟ چون به خیر و صلاح مسلمین می اندیشد و برادر کشی را به مصلحت ایشان نمی داند. به همین خاطر است که من او را بر تمام اقربای خیش مقدم شمردم و به خدا قسم اگر بپذیرد بر خیشتن نیز مقدم می دارم، چون معتقدم در حال حاضر او تنها کسی است که می تواند صلح و آرامش را به سر تا سر ممالک اسلامی بازگرداند. والله که ردای خلافت تنها برازنده اوست و بس. روزی که این امانت را به صاحب حقیقیش برسانم، آن وقت است که می توانم دمی بیاسایم و نفس راحتی بکشم. امر، برگرد و سلام ما را به علی ابن موسی رضا برسان و از قول ما بگو ای پسر رسول خدا، بی صبرانه در انتظار ورودت به معرف هستیم. سرور من، جسارت مرا ببخشید. میخواستم بپرسم منظور از کلماتی که بر زبان آوردید چه بود؟ آیا ما درست شنیدیم؟ فرمودید ردای خلافت تنها به تن او برازنده است و بس؟ آری؟ البته منظور شما بعد از عمر هزار ساله خلیفه بزرگ است، این طور نیست؟ منظور شما همان ولایت عهدی است که این روزها نقل هر محفلی است و همه راجع به آن صحبت می کنند و هر کس به گونه ای آن را تفسیر می نماید؟ چگونه آن را تفسیر می کنند؟ جسارت نمی کنم. می خواهم بدانم. این امر را نهایت هوش خلیفه بزرگ در اداره این سرزمین پهناور می دانند و معتقدند ولایت عهدی فقط بهانه‌ای بود که علی ابن موسی رضا را از مدینه دور سازید و حکومت را از خطرات احتمالی او در امان نگه دارید و در این حال شورش و نافرمانی علویان را برای همیشه خاموش سازید. چرا اینطور می‌اندیشند؟ واضح است سرور من، چون علی ابن موسی رضا سالها از شما بزرگتر است، ولایت عهدی او معنایی ندارد. بسیار خوب، پس بروید و سخنان امروز مرا برای همه کسانی که به تعبیر و تفسیر کارهای ما نشستند و ما را به مکر و فریب متهم می کنند و واگذاری ولایت عهدی به ابوالحسن را از سر خود می دانند بازگو کنید و بگویید که مأمون پسر رسول خدا را در عمل خلافت بر خویشتن مقدم می شمارد و قصد دارد به محض آنکه ابوالحسن پا به مرو گذار او را به عنوان خلیفه مسلمین بر مسند کنونی خلافت بنشاند و از قول ما برای ایشان استدلال کنید که در واگذاری خلافت دیگر سن و سال نمیتواند معنا و مفهومی داشته باشد. فضل، میخواهم نظرت را بدانم. در چه مورد سرور من؟ در مورد سخنانی که اکنون بر زبان آوردم. چه بگویم؟ اکنون وقت آن فرا رسیده است که فضل ابن سه در محضر خلیفه بزرگ درس سیاست بیاموزد. بس است فضل، نیک میدانم که هرگز سخنی از دهانم بیرون نیامده و عملی از من سر نزده است که فضل ابن سهل معنا و مفهوم واقعی آن را در نیافته باشد. ممکن است تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده باشد، لیکن از آینده اطمینانی ندارم. با چهرت پیداست که با آنچه گفتم موافق نیستی. میخواهم بدانم چرا. موافقت من مهم نیست سربر من، مهم آن است که دستورات شما به بهترین وجه به اجرا درآید.
بگو چرا. شک ندارم که شما به فکر واگذاری خلافت نیستید. البته که نه. خواستید زمینه را برای ولایت عهدی ابوالحسن آماده سازید و آن را مطلبی کاملا جدی، واقعی و از سر اخلاص جلوه دهید. درست است، درست است فضل، و هر گونه شبهه‌ای را که به خاطر اختلاف سن من و او به وجود آمده است برطرف سازم. به این ترتیب هیچ کس به صداقت من شک نخواهد کرد، به خصوص شخص علی ابن موسر رضا. و البته مطمئن هستید که او چنین پیشنهادی را نمیپذیرد و از قبول خلافت سر باز خواهد زد. درست است. اما نکته مبهمی در اینجا وجود دارد که من از درک آن عاجزم. آیا شما خیال دارید پیشنهاد واگذاری خلافت را در حضور جمع مطرح بفرمایید و از ابوالحسن بخواهید که زمام امور را به دست بگیرد؟ آری، چون اگر در خلوت مطرح کنم بیهوده است و برای ما نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. و مطمئن هستید که او چنین پیشنهادی را نمیپذیرد؟ آری. اما اگر پذیرفت چه؟ امکان ندارد. ابوالحسن به فراست در خواهد یافت که این پیشنهاد جدی نیست و آن را به عنوان ابراز محبت و عزت و احترام از طرف ما تلقی خواهد کرد. اما حسنش در این است که جماعت را از صداقت رفتار و گفتار ما مطمئن خواهد ساخت. شاید. شاید. آری، فقط شاید. منظورم این است که مطمئن نیستم. از چه؟ از اینکه او چنین پیشنهادی را جدی تلقی نکند و از قبول خلافت سرباز بزند. ابوالحسن فرزند رسول الله و جانشین علی ابن ابی طالب حکومت را از آن خیش می داند و به شما و به تمام خاندان عباسی به چشم غاصبین خلافت می نگرد. در این فکرم که اگر چنین پیشنهادی در حضور جمع به او بشود، او چه عکس العملی از خود نشان خواهد داد؟ ممکن است قبول نکند، اما اگر قبول کرد چه؟ آن وقت شما چه میکنید؟ ما چند روزی صبر میکنیم، آنگاه به کمک تو و سایر سرداران بر او یورش میبریم و قبل از آنکه عنان مملکت را به دست گیرد او را از سر راه برمیداریم. اگر به عنوان خلیفه وقت من و شما و همه سرداران را مقید ساخت و از ارتباط ما با یکدیگر جلوگیری نمود، آن وقت چه می کنید؟ شنیدید که قاصد چه گفت؟ ابوالحسن در حلقه یاران با وفای خیش به مرو نزدیک می شود. می تواند فلفور ایشان را در رأس امور بگمارد و اداره ملک و مملکت را به دست بگیرد. آن وقت است که خلافت برای همیشه از دست شما خارج خواهد شد. آیا چنین چیزی ممکن است؟ آری، ممکن است. خب حال میگویی چه کنیم؟ به نظر من بهتر از خلیفه بزرگ از پیشنهاد خلافت صرف نظر کنند و به همان ولایت عهدی ابوالحسن بسنده نمایند. پس تکلیف سخنانی که بر زبان آورده ایم چه می شود؟ من مطمئنم که هم اکنون تمامی بزرگان و مردم شهر در مورد تک تک کلمات ما به گفتگو نشسته اند. مهم نیست سرور من، حافظه مردم ضعیف است و اگر سخنی تکرار نشود به زودی فراموش خواهد شد. بزرگان اشراف نیز چشمشان به دهان خلیفه دوخته است و قدرت یادآوری مطلبی را به شما ندارند. سکوت شما حلال تمام مشکلات خواهد بود.
ابن زهاک. عیسی، سفر چگونه بود؟ نباید که چندان سخت گذشته باشه. سخت نه خلیفه بزرگ، اما چنان دلهره‌آور بود که حتی یک شب خواب آرام به چشمان ما نیامد. پیوسته در تب و تاب بودیم و امید چندانی نداشتیم که کارها به خوبی انجام پذیرد و ما از عهده اجرای فرمان خلیفه براییم. خشم و غضب برخی از طرفداران خاندان عباسی که از سیاست‌های هوشمندانه خلیفه بزرگ بی‌خبرند از یک طرف، سرخوردگی شیعیانی که از این سفر چندان دلخوشی نداشتند از طرف دیگر، به ما اجازه نمی‌داد که حتی دمی بیاساییم. تمام کوشش ما بر این بود که او را سالم به مرد برسانیم، ولی خود او کوچکترین همکاری با ما نمی‌کرد. هیچ پروایی از غلامان و بندگان و صحراگردان و پای برهنه ها که از هر سو به طرف او هجوم می آوردند نداشت. لحظه ای از این جماعت غافل نمی شد. به نصیحت های ما هم که گوش نمی کرد. با ایشان به طعام می نشست، با ایشان به نماز می ایستاد و به درد دل ایشان گوش می کرد. هرگاه جماعتی به او نزدیک می شد، بی این که بداند یا بپرسد از کجا آمدند و چه می خواهند، بلا فاصله از اسب پیاده می شد، خود را به میان آنها می انداخت. حالا اگر در میان آنها کسی خنجری به قلب او فرو می کرد، ما چه عذری در مقابل خلیفه بزرگ می توانستیم داشته باشیم؟ به خدا سوگند هر بار که به چنین عملی دست می زد از وحشت نفسم بند می آمد، ولی چاره ای نداشتیم و از دستمان کاری ساخته نبود. رابطه او با شما چگونه بود؟ رابطه او با ما درست چه بگوییم؟ او تقریبا با همه یکسان رفتار می کرد. با من و عیسی همان گونه رفتار میکرد که با یک عرب بیابانگرد، که البته تحملش برای ما بسیار سخت و مشکل بود. ما فرستادگان خلیفه بزرگ بودیم و او کوچکترین توجهی به شأن و منزلت ما نمیکرد. مقام و منصب و نسب ما را در نظر نمیگرفت. البته برای ما قابل درک بود، چون او هرگز همنشین نجبا و بزرگان نبوده است. از تو پرسشی دارم زهاک. در این سفر طولانی آنطور که باید او را شناخته اید. آیا اگر مقام ولایت عهدی را به او پیشنهاد کنیم میپذیرد؟ صادقانه عرض کنم خلیفه بزرگ، نه، او به این گونه امور توجهی ندارد. تو چه میگویی عیسی؟ به نظر من هم نمیپذیرد، البته نه به اون دلیل که ابن زهاک گفت، بلکه بدون جهت که او نیست، چون ما دریافته است که این پیشنهاد چندان جدی نیست. تنها بهانه است برای دور کردن او از مدینه. جدی نیست؟ سرور من، علی ابن موسی رضا همراه جماعت زیاد به سوی قصر پیش می آید. همراه جماعت؟ به سوی قصر؟ آری سرور من، چه کنی؟ دستور چیست؟ راه جماعت را ببندیم؟ ابوالحسن را فوراً از ایشان جدا سازید. امکان ندارد. جماعت او را در حلقه خیش گرفتند. فریاد می‌کشند و تبرک می‌جویند و از او جدا نمی‌شوند. راه بر او بگشایید. هیچ کس دخالت نکند. حتی اگر قصد ورود به قصر را داشته باشند. تا ابوالحسن همراه جماعت هست هیچ اقدامی نکند. برو